بخش کوتاهی از این قطعه رو پخش بکنن، بعد بیایم با شما هر چقدر زمان باشه به مطالب دیگری بپردازیم. خواهش می‌کنم. هیچ آدابی و ترتیبی مجو باز چوبان هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو.
آقای همایون، پخش رو که ما دیدیم و بینندگان شاهد پخشش بودن، چه قسمتی از این قطعه موسی و شبان هست؟ این قسمت پایانی داستان موسی و شبان بود که وقتی موسی دوباره میاد در صحرا و چوپان را پیدا میکنه و میگه که از سوی خدا پیام آمده، وحی آمده که تو میتونی همونطور که میخواهی خدا رو پرستش کنی و برو در کنار گوسفندانت خدا رو پرستش کن. اونجا زمانی هست که چوپان نمیپذیره و میگه نه، خدایی رو که من میبینم با خدایی که تو میبینی فرق میکنه. میگه خدا هرگز نمیخواهد خدا باشد، خدا از هرچه پنداری جدا باشد، که او هرگز نمیخواهد چون این آینه ای وحشت نما باشد، نمیخواهد خدا بازی چه دست شما باشد، که تا پایانش فقط میگه که وهمی از این حرفایی که در مورد خدا شما میزنین نداره. شما نقش یک شبان رو داشتی در این اجرایی که ما قسمتایش رو دیدیم، لباس رو از کجا آورده بودی؟ از ایران بود؟ این لباس، لباس کوپایه های گیلان در قسمت های تالش یا در قسمت های ییلاقات، کوپایه های گیلان هست که چوپان ها می پوشن تا در مقابل سرمای زمستان و سردی ها در امان باشن، و همون لباس چوپانی هست که من در برنامه ازش استفاده کردم و موسی هم لباس پیامبریشون پوشید. شما خودت بارها اشاره کردی که در روستای کوچکی در شمال ایران به دنیا اومدی و خب بعداً تحصیلاتت رو ادامه دادی، تجربیات موسیقی رو کسب کردی. فکر میکردی روزی در یکی از معتبرترین سالن‌های موسیقی جهان مثل دیزنی هال برنامه اجرا کنی؟ چطور این اتفاق افتاده؟ خب خیلی جالب و شیرینه. من هیچ وقت فکر نمیکردم به کجا قراره برسم، یعنی جایی رو هیچ وقت مد نظر قرار ندادم، اما چشمم رو بستم و عاشقانه تلاش کردم و زحمت کشیدم از